حمایت میلیونی سرور دانش و صلاح الدین ربانی از تصمیم اسماعیل خان برای جنگ با طالبان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. سرور دانش و صلاح الدین ربانی از تصمیم اسماعیل خان برای جنگ با طالبان حمایت کردند. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، و صلاح الدین ربانی، رئیس حزب جمعیت اسلامی، از تصمیم اسماعیل خان در هرات برای جنگ با طالبان استقبال کردند. اسماعیل خان به دنبال سقوط چندین ولسوالی و گذرگاه تجارتی در هرات، رهبری جبهه مقاومت مردمی علیه طالبان را بر عهده گرفته است. سرور دانش روز شنبه 19 سرطان در فیسبوکش نوشته است که حرکت وسیع مردمی در سراسر کشور در حمایت از نیروهای امنیتی و برای مقابله با جنگ طلبی طالبان شکل گرفته است. دانش نوشته است در این میان در هرات، باستان و حوزه جنوب غرب، امیر اسماعیل خان آمادگی کامل خود را در حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی و بسیج مردم برای سرکوب حملات طالبان اعلام کرد. امیر صاحب اسماعیل خان از پیش کسوتان جهاد و مقاومت بوده و در مبارزه علیه افراطیت و مداخله بیگانگان پیشینه درخشانی دارد و از بنیانگذاران و حامیان نظام سیاسی و قانون اساسی کشور بود و است. معاون دوم ریاست جمهوری از همه نیروها و شخصیت‌های سیاسی و تمام اقشار و گروه‌های مردمی در سطح کشور خواست است که این حرکت را الگو قرار دهند، زیرا به گفته او امروز در دوره‌ی بقا و فنا از موجودیت حاکمیت ملی، نظام سیاسی و قانون اساسی کشور حمایت کنند و در مقابل سپاه جنگ طلب طالبان مبارزه کنند. سرور دانش نوشته است امروز مسئولیت ملی همگی ما ایجاب می کند که در مقابل بیباکی و بیشرمی دشمنان این سرزمین، وحدت صف و وحدت عمل را در اولویت خود قرار دهیم. صلاح الدین ربانی نیز در بار نشر اعلامیه گفته است که پس از واگذاری پیهم شماری از ولسوالی ها در ولایت های مختلف و ویژه در ولایت های شمال کشور به طالبان، جرقه های امید در گوشه و کنار کشور نوید مقاومت و استادگی می دهد. ربانی گفته است که کشور وارد مرحله حساس بازی های استخباراتی شده و توطئه های خطرناکی در کمین مردم نشسته است. صلاح الدین ربانی از فرماندهان جمعیت در حوزه جنوب غرب کشور خواسته است که تحت رهبری اسماعیل خان صف واحد و فشرده را در مقابل دشمن قسم خورده مردم شکل بدهند. و از سایر فرماندهان حزب جمعیت نیز خواسته است که در امر عقب زدن دشمن و شکستن صفوف آنان و خونسا کردن توطئه های ظالمانه دشمنان مردم با هر امکاناتی که دارند در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی قرار بگیرند و نگذارند که دستاوردهای 20 سال اخیر قربانی این توطئه های دشمنان مردم افغانستان شود. صلاح الدین ربانی از نهادهای مسئول امنیتی نیز خواسته است که تمام امکانات را در اختیار نیروهای مردمی قرار دهند تا از ارزش‌ها و شهرها دفاع کنند. رئیس حزب جمعیت در پایان تاکید کرده است که جنگ راه حل نیست و هیچ گروهی نمیتواند از طریق نظامی بر افغانستان مسلط شود و حکومت کند و همه باید به صلح تن دهند. از سوی هم محمد حنیف اطمر، وزیر امور خارجه، به کشورهای منطقه و جهان هشدار داده است که جنگ در افغانستان تنها داخلی نخواهد ماند و دامنه این جنگ به کشورهای منطقه و جهان نیز کشیده خواهد شد. وزیر امور خارجه در گفتگو با فارین پالیسی گفته است که جنگ جاری تنها به افغانستان خلاصه نخواهد شد، بلکه تأثیر بیش از تصور خواهد داشت و به شبکه های تروریستی بین المللی و به گروه های جرایم سازمان یافته جهانی اجازه فعالیت مشترک علیه منافع جهانی را می دهد. اطمر اذعان کرده است که تروریسم خوب و بد ندارد و تمایز میان گروه های تروریستی نباید سیاست کشورها باشد. محمد حنیف اطمر گفته است
این گروه یک گروه تروریستی تمرکز شود و امیدوار باشید که بقیه گروه ها به شما آسیب نمی زنند واقع گرایانه نیست. این گروه ها به دنبال شما خواهند آمد. حتما افزوده است که افغانستان و آمریکا می دانند که طالبان و گروه های دیگر تروریستی یک تهدید قوی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان است. در همین حال او خاطر نشان کرده است که هدف طالبان از جنگ خروج سربازان خارجی از افغانستان نیست، بلکه آنان می خواهند تا امارت اسلامی را دوباره روی کار کنند. او گفته است طالبان به تعهدات خود در توافقنامه دوحه پابند نیستند، در حالی که ما با تمام ایمانداری با آن عمل کردیم. ادمر خاطر نشان کرده است که گروه طالبان با اعلام خروج سربازان خارجی از افغانستان دامنه وسیع از ترورها را در سراسر کشور گسترش دادند و به خشونت ها افزودند. با گفته وزیر امور خارجه کشور، در نتیجه این حملات طالبان بیش از 35,000 نفر کشته شدند که از این میان 30%شان غیر نظامی اند. ادمر افزود بیش از 200,000 نفر از خانه هایشان آواره شدند. در همین حال ادمر تصریح کرده است که طالبان زمانی به خشونت و جنگ افزودند که افغانستان در معرض کرونا و خشکسالی قرار دارد. او گفت که این گروه نمی توانست زمان سختتر را برای شروع این کارزار وحشیانه و تهاجمی در افغانستان انتخاب کند. از سوی هم حنیف ادمر و فاریان پالیسی گفته است که افغانستان با توجه به اهمیت استراتژیک خود از نظر نقطه اتصال منطقه‌ای از ثبات بهره مند خواهد شد، زیرا ثبات منطقه بستگی به ثبات افغانستان دارد. با این وصف وزیر امور خارجه کشور گفت که اگر پاکستان باور دارد که صلح و ثبات در افغانستان یک ضرورت منطقه است، باید در این راستا سهیم شود. در همین حال او بر نقش چین و پاکستان برای تشکیل اجماع منطقه‌ای به هدف حمایت از صلح افغانستان تأکید کرده و گفته است که چین به آمریکا و دیگر بازیگران در منطقه و جهان واضح کرد که افغانستان مکان همکاری برای منافع مشترک دو طرف است و باید از آن بهره ببرد. از سوی هم ادمر تصریح کرد که چین نگران فعالیت جنبش اسلامی ترکستان شرقی است، در حالی که این جنبش محصول یک اکوسیستم ترور است و نمیتوان با آن برخورد گزینشی کرد و دیگران را نادیده گرفت. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.